4000 صیاد مازندرانی به سخاوت دریا دوخته شده. هرچه تور سنگین‌تر، صیاد خوشحال‌تر. از دریای خزر ما استان مازندران سالانه هلوش 7000 تن ماهی صید میشه که از این 7000 تن هلوش نزدیک به 5000 تن ماهی سفید صید میشه. اما تکثیر ماهی سفید نه در دریا که در رودخانه انجام میشه. به جهت اینکه آلودگی‌های رودخانه در سالهای اخیر خیلی زیادن و ماهی‌های سفید ما بایستی داخل رودخانه تخم‌ریزی بکنند، به جهت همون آلودگی ماهیان یه مقدار کمتر میان. اینجاست که شیوه تکثیر نیمه مصنوعی در دستور کار قرار میگیرد، کاری که سالهاست کارشناسان مرکز ذخایر ژنتیکی شهید رجایی ساری با هدف بازسازی و تکثیر ماهیان استخوانی خزر انجام میدهند. مرحله نخست اواسط اسفند آغاز میشود. ماهیایی که جهت تکثیر به رودخونه مهاجرت میکنن صید و تخمگیری صورت میگیره، این تخم ها رو لقا میدن و به مرکز انتقال داده میشه. در فرایندی 10 روزه تخم تبدیل به لارو و به 45 استخر مجموعه منتقل میشود. اوایل فروردین رواسیزی ها صورت گرفت و توی پروسه 45 تا 60 روز طول میکشه تا این مایا این لارف ها به حدود 1 گرم برسن. حالا این ماشین ها آماده بارگیری مسافرانشان یعنی بچه ماهیان 1 گرمی هستند. مقصد 35 کیلومتر آن طرف در رودخانه منتهی به دریا. 22 رشته رودخانه استان مازندران که پژوهشکده اکولوژی دریای خزر اون تایید کرده را سازی می‌کنیم. مبنی بر اینکه 40% ماهیان در شرق مازندران، 30% در قسمت میانی و 30% در قسمت غرب مازندران ما را سازی داریم. با استفاده از توان مرکز شهید رجایی، کلار دشت و تن کابون، تمرکزمون بر بازسازی ذخایر دریایی و تکثیر و رهاسازی گونه های ماهیان بومی استان برای حفظ اشتغال جامعه صیادی رو در دستور کار داریم. مجموعه شهید رجایی ساری 150 هکتار استخر برای بازسازی و تکثیر دارد. هر میزان اینجا سرمایه گذاری کنیم اثر مستقیمش رو تو دریا میبینیم و برمیگرده به جامعه صیادی استان ما. 85 میلیون قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه های منتهی به دریا رهاسازی میشن تا صیادان امیدوار به فصل صید آینده باشن.